بودن خواست. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه شما. سلامت باشین. بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنینتان که میکنون برنامه خیلی زیبا شما رو میبینه. تشکر، سلامت باشین نوری صاحب. سلام، مرم پذیرا باشین. در دنیای روانشناسی حالا وقتی میایم داخل میشیم به ای که چند مشکل اساسی ما رو درگیر خودش کرده، ناامنی، قارچ سیاه، کرونا و شاید که چند مشکل دیگه هم در کنار از این باشه. چی باید کرد تا از نگاه روانی ما احساس آرامش داشته باشیم، دیگه فکر نکنیم به کرونا و فکر نکنیم به قارچ سیاه و بتانیم که مقابله بکنیم با اینا؟ ما از زمانی که بزرگ شدیم در این کشور، یعنی یک روز ما احساس از مردم این صدا رو نشدیم که وضعیت خیلی خوب است. یعنی همیشه وضعیت دولت بد بوده، امنیت خراب است، فلان شده، مثلا کشور به بحران است، کشور به... یعنی یک پیام خوبه که ما روش تمرکز کنیم نداشته، چون که ما روی نخواسته ها تمرکز داریم. کل مردم میای روی یک سمت که نمیخوایند تمرکز میکنن. چرا کشورهای دیگه خیلی ساخته میشه، هر روز پیشرفت میکنن، مثلا آمریکا، مثلا فرانسه، مثلا لندن، مثلا دیگه کشورها، مثلا دبی، خیلی در وقت کم ساخته شد. چی اتفاق میفته که اونا پیشرفت کرده میرن، ما احساس ما بد شده میره؟ چی اتفاقات وجود داره که او مردم خیلی شاد هستن، خیلی عالی هستن، خیلی فوق العاده هستن، تعداد زیادشان، کمشان اونا دوچار مشکلات، 60%شان اصلا خوب است. چی اتفاقایی به وجود میاد که این موضوع به وجود میاد؟ ما مردم افغانستان کلن، کشور که این مشکلات به وجود میاد، همیشه خیلی مشکلات امنیتی و فلان فلان اینا که به وجود میاد، چون تمرکز ما روی ناخواسته است. ما مردم دانش فوق العاده ندارم، ما مثلا 80% باسواد نداریم. شما برید ولایت، کسایی است که فقط یاد دارن سلاح بگیرن بزنن، یاد ندارن که زندگی کنن. اینا فقط زندمانی می... یعنی یک ده آمدن در دنیا فقط میفهم زنده هستن اما زندگی نمیکنن، زندگی نمیکنن، فقط زندمانی میکنن. یعنی زنده هستن اما زندگی نمیکنن. اون لذت زندگی را که یک کس یک کشور دیگه او حس داره، او حس خوبه داره، اینا نداره، چون اینا دانش ندارن. وقتی ما دانش نداشته باشیم چطور بیم زندگی کنیم؟ زندگی با دانش ساخته میشه، تنانی که دانش دینی. ما مهارت های زندگی رو یاد بگیریم. ما قرآن کریم درست نخوندیم، اما کسایی که حتی عالم دین است، خیلی مثلا بعضشان اصلا روش زندگی خودشان درگیر این موضوع استن، اما خیلیشان خوب زندگی میکنن. چرا؟ چون اونا به درک رسیدن. این مشکلاتی که در جامعه میبینیم، ما چی میکنیم؟ ما میایم خبر گوش میکنیم. اگر شما خبر گوش کنین و در ناهماهنگی با خودتان باشین، یک نفر که مثلا در یک کشور دیگه خارج از افغانستان زندگی میکنه، اگر اونا هم خبر نگاه کنن، اگر اونا هم به ناخواسته های خود فکر کنن، اگر اونا هم به ناهماهنگی با خودشان باشن، اونا هم افسرده و دپرشن هستن، خیلی ناراحت هستن. شما دیدین دیگه مثلا کشورهای خیلی راحت مردم خودکشی میکنه. چرا؟ چون اونا به ناهماهنگی میرسن با خودشان، با درونشان، با زندگیشان. چرا میرسن؟ چون که ورودی های خود کنترل نمیکنن. ما هم در این کشور زندگی میکنم، نیست که من بگویم من دیگه جای هستم یا یک مبادی در این کشور میم، نه، چون من تمرکز خود خیلی برداشتم. مثلا من خیلی تمرکز روی جنگ، روی خبر، روی بیماری، روی اینا نمیکنم. اصلا بعضی وقتا خبرم ندارم که چی اتفاقی افتاده. باز بعضی کسا میگه استاد شما بیخیال هستین، شما نمیبینین، شما سرتون رو برف کردین، میخواین که مردم هر چی درد و رنج داره شما یه تقصیر نوری صاحب یک چیزی را که نوری صاحب یک چیزی را که ما میخواین بپرسم اون است که حالا در بغل گوشت مثلا انتحار شود، در بغل گوشت انفجار شود، در بغل گوشت ناامنی باشه، چطور میتونی خیال راحت کنی؟ چطور میتونی احساس آرامش بکنی؟ بلد. مثلا کشورهایی که پیشرفته هستن، حالا به هر صورت اونا یک آرامش نسبی هم دارن. اونایی که در حالت پیشرفته هستن، اونا دیگه اصلا فکر به ناامنی نمیکنن. یا مثلا چی قسم باید بگویم که وقتی که در کشوری که ناامنی هست، در کشوری که کرونا هست، در کشوری که هزاران مشکل دیگه دست به دست هم میده، تمام مردم را، تمام مردم را درگیر خودش میکنه، چطور بی تفاوت باشی؟ چطور باید بی تفاوت باشی؟ اینا که تو میگی حقیقت من میفهم، ما میفهم حقیقت، من میفهم ناامنی اصلا حقیقت، من میفهم بیماری حقیقت. ما برای درمان این روان چی باید کرد؟ ما در جهان زندگی میکنیم که دو بود داره، خب بیماری است، سلامتی هم است، فقر است، ثروت هم است. تو توجهت روی چی ماندی؟
یعنی اگر تو هر روز بر جنگ فکر کنی و خبرها رو بشنوی رای حل داره؟ چیز حل میشه؟ من هر روز نگاه کنم بیماری چقدر زیاد شده، فلانی، من اصلا نام بیماری نمیگیرم، فلانی بیماری چقدر زیاد شده. شما در جهان زندگی میکنید که به هر چی تمرکز کنین زیاد میشه. چند وقت پیش مثلا کس روی او بیماری ها صحبت نمیکرد، بیماری هایی نبود. وقت توجه آمد گفت بیماری زیاد شده، کل بیماری زیاد شد، حتی خیلی مردم توهم گرفت، سیروم زدن انداختن که گفت مرا بیماری فلانی گرفته. چرا این کارو میکنن؟ چون شما تمرکز کردین. شما مردم هم گفتین که الکی بیماری زیاد شده. جهان قانونی ثابت است، حالا مثلا کس بخواه یا نخواه، شما به هر چیز تمرکز کنین زیادش میکنین. شما به خوبی تمرکز کنید خوبی زیاد میشه، شما به بدی توجه کنید بدی زیاد میشه. شما برین یک کودک بگو نکو، میره میکنه، انجامش میده. شما به یک انسان، به یک حالت منفیش فکر کرده برین، هر روز او رو از اون نفر میبینین، هر روز او گپ بر شما میزنه، چون شما توجه کرده. ما پس در جهان زندگی میکنیم که به میش حکل دو قطبی است، یعنی چیزای خوب هم داره بد هم داره. ما هم در این کشور زندگی میکنم، اگر مثلا خیلی به تکلیف میشم، خیلی به جنجال میشم و میبینم که نه دیگه اینقدر وضعیت مثلا بد شده که من دیگه نمیتونم مثلا در این کشور زندگی کنم، مثلا میبینم که نه دیگه شرایط برای من مساعد نیست، یعنی من توجه خودم از تمرکز خود روی خوبی ها گرفتم، روی مثلا صحتمندی، سلامتی، صلح، شادی، عشق، محبت گرفتم، خداوند چی کار میکنه؟ چون دید ما روی او چیزاست، ما را خداوند از این کشور چی میکنه؟ بیرون میکنه. خیلی راحت. چرا؟ چون ما توجهم روی خوبی ها، روی صلح، روی عشق، روی محبت بوده، خداوند میگه این نباید این کشور زندگی کنه، این باید بره در کشوری که او چیزا را دریافت کنه. اینا یک نفر که روی جنگ تمرکز میکنه، اینجاش باید باشه دیگه. خب چون جنگ دوست داره. شما روی چیزی که تمرکز میکنین، ما در جهان زندگی میکنیم که نمیخواهم نداریم، فکرتان باشه. مثلا یک کسی میگه من درد نمیخوام، خدا برش درد داده میشه. چرا؟ چون در جهان نخواستن نداریم، ما خواستن داریم، ما هر چیز میخواهیم. ما وقتی میگیم نمیخواهیم نداریم اصلا. ما نمیتونم بگم که من فلانی بیماری رو نمیخواهیم، نه. ما باید توجه خود تبدیل کنم به چیزی که میخوام. به چی میخوام؟ سلامتی رو. توجه خود روی سلامتی، روی عشق، روی محبت، روی اینا بیارم که او در زندگیم چی شوه، وارد شوه. من چیزی نمیگم که کم درکی موضوع سخت است، یعنی چون که مثلا این کم تخصصی تر است شاید، یعنی من فقط چیزی که میگم شما توجهتان روی زیبایی ها بانین، بیاین خبر دیگه گوش نکنین چند وقت اگر دپرشن هستین، بیاین کسی که زنگ میزنه براتون که من بیمار هستم فلان هستم تماشا رو قطع کنین، نشنوین. من به افراد منفیگرا نمیشینم، کسی که برام میگه که شرایط بد است، فلان شده، اصلا نمیشینم، نیاز ندارم. حالا من میفهمم که مثلا اون موضوع وجود داره، اما ما توجه خود روی زیبایی ها موندیم، گفتیم من خودم راحت کردیم، من با خودم در اماهنگیستم. اگر من این چیزا رو بشنوم با اون افراد بشینم، از اماهنگی چی میشم؟ خارج میشم. وقتی از اماهنگی خارج شدم، استراب، استرس، دپرشن کلش طرف من میاد. من هیچ چیزی به این کشور کرده نمیتونم. من فقط میتونم بیایم صحبت کنم، بگم توجهتون از روی نازیبی های بردارید بیایم به زیبایی ها. کار سخت است. میفهمم که این طرف حقیقت های وجود داره، بیماری، جنگ از نامنیز، بیبرقیز، کلی اینا رو میفهمم. اینا حقیقت هستن. اینا نیست که باید بگم که سر خودت برف کرده باشیم بگم نه اینا وجود نداره. اینا وجود داره. اما من چی کار کرده میتونم که این مرا اذیت نکنه؟ همین چند موضوع مرا اذیت فقط باید نبینیم بس. همین چند موضوع اینا هست مرا فقط مرا اذیت نکنم، من اذیت نشم. حالا چیکار کنم؟ حالا اینا هست، من اذیت شم خوب است؟ من روز گریه کنم، ناله کنم، فریاد بزنم وای چی حال است؟ صدای مرکز میشنوه؟ این کشور جور میشه با ناله کردن و گریان کردن من و شما؟ اگه جور میشه بیا یک جای گریه کنیم. نمیشه. پس نمیشه. وقتی کشور جور نمیشه با ناله کردن ما، با فریاد زدن ما، با توجه روی جنگ، بیماری، اینا رو در زندگی خود دعوت میکنه، در زندگی شخصی خود، زندگی شخصی ما رو خراب میکنه. پس ما یگانه کاری که میکنیم توجه خود از اینا، از این چیزایی که گفتیم، چهار چیز که بیماری، جنگ و فقر فلان، از اینا میبردارم، میایم روی عشق، روی محبت، روی سلامتی، روی آرامش، روی صلح درون،
با اینا کار میکنم که خودم به هماهنگی برسم با افراد منفی. خودت آرام باشی، خودت آرام باشی، درونت آرام باشی، تو بس صلح باشی. خداوند کارش خوب بلد است. وقتی تو توجه به زیبایی ها میکنی، خداوند میبرید به طرف زیبایی ها. از این کشور خیلی راحت میری. بعد از اون که خیلی شرایط بد میشه، پیامبر شرایطش بد شد، چیکار کرد؟ رفت مهاجرت کرد. وقتی دیدی که شرایط خیلی، یعنی اینقدر که تو به زیبایی هم فکر کردی شرایط بد شده، بعد از اون خداوند خیلی اتومات رو به جای میبره که تو آرام باشی. این قانون کائنات است، جهان هستی کارش است، کل کار خداوند متعال میکنه. اگر ما توحید داشته باشیم، فقط خدا رو بپرستیم و فقط از اون مدد بخوایم، وقت خدا باشه هیچ مشکل وجود نداره که کدام کشور رفت، کدام کشور ماند. اینا کلش، من نمیتونم کل مردم افغانستان با این صحبت ها، بعضی کسایی که در این پروسه است، این باورایشون خوبتره است، اینا رو میفهمن. وقت ما با خالق که ما رو خلق کرده، او رو باور داشته باشیم 100%، هیچ چیز بالای ما اثر نمیگذاره که ما رو ناراحت کنه، که ما رو بیای یک کشور بره ما دیگه بگویم ما دیگه بی پول شدیم، ما دیگه بی نان شدیم، ما دیگه بی رزق شدیم. اینا کفر است، اینا شرک است. هر کسی که بره، کی تو رو خلق کرده؟ برو باور کن خالقه، تو خدا رو باور کن، فقط خدا رو، الله، کسی که تو رو خلق کرده او رو باور داشته باش، باورش کن. کل کشورهای کل جهان بره، او هوای تو رو داره، او خلقت کرده، او تو رو رها نکرده. ما هر روز در هدایت خدا، در حمایت خداستیم، هر روز در هدایت، در حمایت خداوند متعال هستیم. هر روز اتفاق میفته بر ما، او امرای ما هست. او نیرو پیامبر، وقتی که بر پیامبر میگه و هزار سوال که عبادی میگه، اگر سوال میکنه بنده های مستو، برشان یک چیزی بگو، برشان چی بگو؟ نگفت که بگو که من قادر هستم، نه، گفت این قریب، من نزدیکشان هستم. گفت اگر سوال کرد بنده های من که خدا کیست، چیست، چگونه است، کجاست، برشان بگو نزدیکشان هستم. از کجا؟ خدا در درون ماست. وقتی ما به اماهنگی برسیم، اون نیرو رو میشناسیم، از اون نیرو سوال کو جواب میده برد. امی که سوال کنی جواب بده. من اینا رو کردم که بر شما میگم، سوال کو بگو خداوند خب ببین شرم چیکار کنم. همون ساعت توسط یک انسان، توسط یک ویدیو، توسط یک کتاب بر پیام میده، میگه در این شرایط اینی کارا رو انجام بده، برو هدایتت میکنه. ما هر روز در هدایت حمایت خداوند متعال هستیم، اگر اون نیرو رو باورش کنیم. ما خودمون رو از خدا جدا گرفتیم، ما قطعه از خدا هستیم، روح خدا در وجود ماست. مثلا یک شما یک کیک بگیرین، یک کیک، یک قسمت از یک کیک مثلا پرتقالی رو بخورین، خب یک قسمت از کیک پرتقالی رو خوردین. بلا تشبیه ببینین، هر چیز، ما روحی از خدا هستیم، ما قطعه از خدا هستیم. اینا نوری صاحب، شما گفتین که مثلا نمیشه رو باید از زندگی خود عصب بکنیم. نمیخواهم مثلا این فقر نمیخوایم، دعوتش میکنیم. یعنی با دعوت کردن چی میدونه تغییر باید کرد؟ وقت ما زمان حالا مشکلات صدر راه ما میایه، وقتی میبینیم ناامنی است، وقتی میبینیم کرونا است، بالاخره بخوای نخوای درگیر این موضوع هستی. ما در جامعه زندگی میکنیم که بخوایم نخوایم درگیر این موضوع هستیم. اگر ما نباشیم خانواده ماست، اگر خانواده ما نباشه، بالاخره یک فرد هست که مقابل ما میه و ما باید پیشگیری های خودم داشته باشیم. بدون شک که از این چشم پوشی کرده نمیتونیم. حالا فقط این که ما نادیده بگیریم همه چیز را، از نگاه روانی من میگم، از نگاه روانی میتونه تاثیرگذار باشه که ما فقط اگر نادیده بگیریم، ما از نگاه روانی هم دپرشن ما اون طرف میشه، هم دیگه ما افسرده نه باشیم، هم دیگه ما یک انسان کاملا سالم از نگاه روانی شیم. اگر چون این کار نادیده ما گرفته نمیتونیم اینا را. من نمیگم نادیده بگیرین، چشماتون رو پت کنین، نه من نمیخوام ببینین اینا را، نه این اصلا نیست. خب بعضی وقتا اینقدر مجری ها سر وقت تاکید میکنن که یعنی ما بگیم که واقعا شرایط بعد از ما رفتم دیگه نمیشه. نه بخاطر من اینجا تو نمیگم، یعنی بعضی وقتا خیلی سوال خوب کردیم. مثلا ما که صبح از خواب بیدار میشیم، با افراد سرد و چار میشیم، روبرو میشیم که
در کل انرژی منفی دارن. میفهمم. من البته میگم از خانه که تا دفتر میایم در کل انرژی منفی میگیریم. خبرهای ناخوش، همیشه که سایت های خبری رو با چک میکنیم همش خبر ناخوش هست. مجبور هستیم به خاطر چک نکردن به معنی برنامه‌شون باشه. چک نکردن یا همون به معنی نادیده گرفتن از دیگه. بالاخره تاکید شما میست که ما باید همه چیز نادیده بگیریم. نادیده نه، واسه چی باید بکنیم؟ من میگم توجهت روی زیبایی ها بساز. من صبح از خواب بیدار میشم میفهمم چیکار میکنم. خب متوجه. من صبح از خواب بیدار شدم اول خب مثلا عبادت خداوند میکنم، مثلا بعد از او میایم جمله خوب بر خود تکرار میکنم، میایم در تلفن خود آبشارها را گرفتیم، جای زیبا طبیعت را گرفتیم، اینا رو تمرکز میکنم، نگاه میکنم، خودم راحت میکنم. کس تمام دوستایی که بوده که خبر منداختن منفی منداختن تمامشه، اینا را دنبال نمیکنم، آنفالو کردیم، اصلا دنبالش نمیکنم، دوست ندارم اینا رو دنبال کنم دیگه. اصلا اینا رو دنبال نمیکنم، خبر دنبال نمیکنم، اصلا من تلویزیون خبر باشه نگاه نمیکنم. از بیماری که صحبت کنم، بیا یک ساعت اومد فلان فلان، بیا بیماری صحبت کنم، بعد چک کنم که ساعت اومد چی گفت، چند نفر شد، فلان شد، اصلا اینا رو نگاه نمیکنم. نه که من بگویم که اینا نیست، اینا هست. مثلا آمار هم میگن فلان مریض همون جفت دیدن میبینیم که وجود داره، بله بیماری وجود داره، فقر وجود داره، جنگ وجود داره، کل چیز وجود داره. تو میای تمرکز میکنی روی چیزی که نمیخوایی، تو بیماری رو میخوایی نوری صاحب؟ در داخل بله. یک جنجال چطور میتونی دیده تا ببری به طرف امیر؟ میگم مشکلی نمیشه سایکو، اینمی سخت‌ترین کار است که با تمرین میشه، سخت‌ترین کار است که با تمرین میشه. مثلا یک نفر زد دو تا زن شوهر مثال بود، شوهر میگه خانوم ما اینی مشکل یک صدا داره استاد. میگم مشکل یک صدا داره، چند تا خوبی داره؟ میگه خب فلان 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 فلان، ده تا خوبی رو میگه. میگم چرا تو آمدی یک بدیش رو گرفتی؟ برو روی ده تا خوبیش فکر کن، این یک بدیش چی میشه؟ از بین میره. کس نمیتونه که مثلا بگویه که، یعنی این فرمول است که در روابط، در تمام مسائل کار میده، در کشور، در تمام مسائل، نه در روابط بین فردی. پیشتر گفتی که با انسان‌های مواجه میشیم که انرژیشون منفی است، چون که توجه تو روی ناخواسته هاست. ناخواسته تو چیست؟ خبر، بیماری، فقر، جنگ. انرژی خودت منفی است، انسانایی رو جذبت میکنی که اونا انرژیان منفی است. بله بسیار تشکر. ما با بله اینا آقای نوری خواهش میکنم سلامت باشید، واقعا صحبت های خیلی خوبی را داشتین، در برنامه اومدین، تشکر. سلامت باشید. من یک دو کلمه میگم فقط، هدف ما نادیده گرفتن مسائل نیست که شما جنگ و بیماری و فقر و اینا رو نادیده بگیرید. بی برقی کلش وجود داره، کاری که من کردم میتونم، اگر درباره اینا صحبت کرده برم با کل مردم، من اذیت میکنم، من دپرشن میگیرم، من استرس میگیرم، ما مریض میشم، کشورم در ایالت دوتایی خراب میشیم. اگر شما توجهتون روی زیبایی ها بانین، خبر، انسانهای منفی، بیماری، روی اینا اصلا تحقیق نکنین، نخوانین، اصلا برین روی زیبایی ها تمرکز کنین، روی سلامتی، روی سال، روی عشق، روی محبت تمرکزتان بانین، چیزای خوب ببینین، خود هماهنگی با خودتان باشین، راحت باشین، توکل به خداوند. سلامت نوری صاحب، بخیر باشین، سلامت باشین. یک نفر را که مثلا کرونا گرفته باشه چطور میتونه او بره به سلامتی؟ فکر کنه در حال که خودش مریض باشه، خودشون دعوتش کرده به زندگی. سلامت باشین نوری صاحب، تشکر، بخیر باشین. وقفه داریم و در ادامه برنامه امرایمون بکنیم.